به نام خدا سلام وقتتون به خیر مباحث علمی این گونه ثابت کردند که هر چیزی و هر شیعی توی این دنیای مثالی ما صاحب یک صدا هست یک آوا و یک ترنمی رو داره شما کافیه دو تا دست تو با هم تکون بدی به هم برخورد میکنه یک صدایی تولید میشه اما در نگاه دینی چند تا چیز هست استثناءن صدا نداره با اینکه با برخوردهای بسیار بسیار قوی و شدیدی روبرو رو هست تعجب میکنید آره خیلی چیزها توی زندگی ما رخ میده و ما هم خبردار نمیشیم چرا؟ چون از قدیم گفتند چوب خدا بی سداست. این اولین چیزیه توی زندگی ما که صدا نداره با وجودی که خیلی برخوردهای شدید داره دو تا دیگه رو هم مثال بزنم مرگ فقیر هیچ صدایی نداره خیلی از مردم نمیفهمن اون فقیر مرده یا زنده است ظلم قنی کسی که پول داره خیلی وقتها ظلم میکنه و دیگران رو مارده آزار خودش قرار میده ولی بازم هیچ صدای بیرون نمیاد توی اینا همه بعد از ش... چوب خدا این مورد آخر بی صدا ترین و سخت ترین مواجهه زندگی ماست که کسی صداشو نمیشنوه ولی خیلی به قول قدیمی ها پدر دراره اونم شکستن دل آدم های دیگه است دل وقتی میشکنه هیچ صدایی نشون داده نمیشه هیچ صدایی به گوش نمیرسه ولی تمام دودمان آدم رو به باد میده مواظب باشیم هرچه میشکنیم بشکنیم دل کسی رو نشکنیم باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن میشه نویبانگ از سو یاور من ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا بسپاریم سپاریم دمی به خدا به سپاریم دمی دل به خدا خوش یا تو را میخوانم بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا سلام وقتتون بخیر امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید روزداری خوبه قبول باشه انشالله دو روز بیشتر نگذشته ولی کن امروز هم که هنوز نصفه است ولی کن امیدوارم که بتوانید توی این ماه خوب خدا ماه مهمانی ماهی که حتی فرمودند خواب در اون عبادته البته نه به این معنا که دیگه حالا قرآن و تسبیح و ذکر و کارهای دیگر رو رها کنید و همش به خواب بریم که خیلی وقتها این خواب ما به خواب قفلت مبتلا میشه ولی اینقدر این ماه عزیزه که هیچ کاری هم که نکنی خدا میریزه توی دامنت خدا رو شکر بابت داشتن همچین روزگار و ممنونم از همه لطفهایی که خدا به من کرده خدایا ممنونتم دوست دارم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید الله یک نکته رو امروز با هم در مسیر فهم خوب بودن، بزرگوار بودن و عظیم بودن قدرت خداوند متعال با هم مرور بکنیم. آیه 66 سوره نحل می‌فرماد که ما برای شما سمراتی از جنس شیر از بین شکم چارپایان برای شما بیرون آوردیم یه نکته رو هم قبلترش خداوند متذکر میشه که در این نعماتی که ما به شما دادیم ها و تذکرات خاصی هست بعد از آب که نعمت بسیار مهم و دوست داشتنی هست در حیات و زندگی ما سمراتی که از چارپایان به دست میاد برای ما خیلی مهم است مثل شیرش مثل گوشتش و مباحث دیگر اما نکته قابل توجه اینه که همه ما ها میدونیم وقتی ما غذایی رو میخوریم درصد کمی از آب و مواد غذایی موجود در اون اکل و شربی که داشتیم جذب بدن و خون ما میشه بخش بیشترش زمانی است که این معده کار خودش رو انجام داده و تبدیل شده و هضم شده که ما اونها رو گاهن توی نگاه اول به فضولات دیگه میشناسیم ق... معده کارش رو کرده دیگه اینها رو له کرده خمیر شده و داره توی روده میره پایین تر تا به مراحل بعدی و به مرحله خروج برسه اما از جهت پزشکی خیلی جالبه بخش بیشتری از مواد و انرژی هایی که از غذاها به بدن ما ورود رو پیدا میکنه توی قسمت روده است حالا خداوند متعال در آیه 66 سوره نحل میفرماید ما از بین دل و شکم چهار پایان برای شما چیزهای پاک و خوبی رو خارج میکنیم من جمله همین شیری که در ابتدای عرایزم عرض کردم این آیه دو تا حرف برای ما داره اولا این که خداوند متعال به من و شما نشون داده که میشه از دل چیزهای بد خوبی ها رو بیرون کشید پس با نگاه یک باره به زندگی لحظاتی آدم ها اونها رو قضاوت نکنیم شاید همین آقایی که الان اوضاع مالی خوبی نداره گاهگداری توانایی و صبر کمتری هم داره می شود یک گاهی یک لعلو و مرجان بیرون آورد پس زود با لحظه ای نگاه کردن به آدم ها اونها رو قضاوت نکنیم مطلب دوم خدا خواسته یک بار دیگه مثل هزاران بار به من ضعیف ناچیز نشون بده تو خدایی داری در اوج قدرت و اوج توانایی پس اگر مشکلات بر سر راه تو قرار گرفت اصلا نترس به قول اون جمله معروف به مشکلات نگاه نکن به بزرگی خدا نگاه کن او قادر و تواناست بر هر کاری که من و تو برش ناتوانی

حافظا وقائدا من عاصره ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك وتمتعه برحمتک یا ارحم سلام مجدد خدمت شما عزیزان و روزداران محترم امیدوارم که سلامت و تندرست باشید پنجشنبه است روز رحمت و مغفرت و در این دقایق و لحظاتی که شاید خیلی ها توانشون به تحلیل رفته ولیکن با توجه به دستورات و انایات خداوند متعال بر این امر پافشاری میکنند و جز عباد صالح خواهند بود ممنونم که ما رو برای دیدن انتخاب میکنید در خدمت شما هستم با حضور برادر خوبم جناب آقای هادی شیردلان با موضوع و امور حقوقی و قضایی انشاءالله که بحث ها برای شما مطلوب و قابل قبول بیفته ان سلام سلام وقتتون بخیر خیلی خوش آمدید ان بنده هم عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات تمام بندگان خاص الهی رو دارم انشالله که بتونیم از این ماه پربرکت کمال استفاده رو ببریم انشالله خیلی متشکر خب ما یکی دو برنامه در فقدان حضور شما به سر بردیم و به هر حال یه جورایی برنامه رو تقدیم بینندگان کردیم ولی دلمون نیومد آیتم دیگری رو در این تایم قرار بفرمایید که از کدوم بحث دوباره آغاز میکنیم کلام رو بحث مباحث خانواده بود که بنا شد ما شروط ضمن عقدی رو که در دفترچه های ازدواج الان هست یک نگاه اجمالی داشته باشیم چون خیلی موقع افراد میرن اونجا یا سردفتر براشون توضیح نمیده که در حقیقت وظیفهشون هست که یکی یکی این بندها رو توضیح بدن و شخصی که داره امضا میکنه متوجه باشه چی رو امضا میکنه یا گاهن پیش میاد توضیح هم میده ولی طرفین چون به اصطلاح الان گرم مباحث ازدواج هستن و اصلا توجهی ندارن که چی داره میگه فقط میگه بیار ما امضا کنیم بریم لذا یک نگاهی به این شروط داشته باشیم ببینیم این شروط رو چی هست که قرار است؟ اطلاع معلوم هست بله. چه چیزی رو داره امضا میکنه چون در ضمن عقد هر شرطی گذاشته بشه عقد نکاح عقد لازم هست در ضمن خود عقد باشه که میشه اون شرط هم میشه لازم گاهی اوقات پیش میاد که افراد قبل از اینکه به بم... دفتر ازدواج مراجعه کنن قبلش خودشون رفتن حالا تو حرم یا بین خانواده عقد ازدواج منعقد شده به توسط یک آقایی بدون ذکر شروط پس دیگه بعد از این عقد شرط ضمن عقد معنا نداره یعنی چون عقد منعقد شده بدون شروط لذا تو دفتر ازدواج یک عقد خارج لازمی قرار میدن مثلا به اصطلاح یک هدیه یک هدیه صلحی کتابی خودکاری رو خانم صلح میکنه به آقا و آقا در مقابل این شروط رو متعهد میشه باز این شروط میشه لازم لذا در شر... شروط ضمن عقد هم در متن عقدنامه ها ذکر شده که ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم حالا شروطی که در به اصطلاح این عقدنامه ها هست دو تا شرط بیشتر نیست که یکیشون چند بند داره یک شرط شرط تنصیف دارایی هست یعنی دارایی نصف بشه حالا به چه صورت به این صورت که من متن چیز رو شرط رو بخونم اگر ابهامی داشت خودم همونجا توضیح میدم ضمن عقد خارج یا ضمن عقد ازدواج زوجه شرط نمود یعنی خانم شرط میکنه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد یعنی و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق هم ناشی از تخلف زن در وظایف زناشویی نباشد بله پس دو تا شرط شد اولا که طلاق به درخواست زوجه نباشه دو این که اگرم به درخواست زوج نیست و زوج متقاضی طلاق هست ناشی از تخلف زن نباشه با وجود این دو حالت در چنین حالتی زوج موظف است تا نصف تا نصف دارایی ببینید نصف دارایی نه تا, تا نصف دارایی حالا چقدر از این دارایی رو این رو دادگاه حکم میکنه حالا دو سوم باشه بیشتر آره. باشه کمتر دو باشه دو سوم نه تا داره. نصف دو سوم از حالا نصف منظورم آره آره داره. تا نصف دارایی رو دادگاه اجازه داره حکم کنه طبق این شرط تا نصف دارایی یعنی به نیمی موجود... از زندگی مرد هیچ کاری نداره در نیم دیگرش دادگاه حکم می‌کنه رو بله. حالا تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی یعنی از لحظه ای که اینا زن و شدن تا هنگام طلاق دار... اموالی که این مرد به دست آورده پس باید موقعی که این حکم داده میشه مشخص باشه که در هنگام ازدواج دارایی مرد چقدر شرد. بوده که بعد در طول زندگی مشترک چه دارایی رو کسب کردن آه، یعنی اگر خونه ای رو قبل از زمان ازدواج مرد داره جزء این قانون قرار نمیگیره طبق متن قانون نباید قرار بگیره چون متن قانون اینه قیدش متن شرط در به این عقدنامه اینه که دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده احیانا در زمان زندگیشون خانه آه. دومی خودروی یا حالا مثلا مغازه چیز یا اینکه اضافه خونه ای رو, رو که داشته فروخته تبدیل به احسن کرده خب داره, داره میزان اضافش شامل میشه از اون دارایی که در ایام زناشویی به دست آورده خب یا معادل اون رو طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه تملیک کنه خب این یه شرط خیلی ها هم نمیدونند و امضا هم میکنه بله 17 تا فکر کنم مورده که امضا میکنن بدون خوندن این یه مورد امضا میکنن یه موردم هست بحث وکالت در طلاق که 12 بند داره دوازده بند آره. بند داره اونم شرط دوم همون وکالت در طلاق وکالت بلا میده متنش چیه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم که توضیحش رو دادم زوج به زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل حق توکیل یعنی چی یعنی وکالت یعنی اینکه علاوه بر اینکه من خودم وکیلم این حق رو دارم که وکیل بگیرم به جای خودم برای این امر طلاق ام. یعنی خودم مراجعه نکنم برای شما موکل من وکیل بودم برای شما مجدد خودم وکیل بگیرم آه. نفر سوم رو وارد آره. زوجه به زوجه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در امور مشروعه همون دوازده بند با رجوع به دادگاه و عقص مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید یعنی این میشه وکالت در طلاق تا باید اون شرطی که تو این دوازده بند هست محقق بشه اگر این شروط محقق شد خانم وکیل هست که خودش رو مطلقه کنه حالا این به صورت قیابی یا حضوریش دیگه اون یه مسئله دیگه است مثلا در قیاب آقا بره خودش درخواست بده حالا به اختلافات رسیدن که قطعا اینه. بعد در قیاب حضور آقا مثلا بره خودش حالا یا خودش دادخواست بده یا اون وکیلی رو که اجیر میکنه دادخواست بده و خودش رو مطلقه بکنه یا نه باید حتما دی وقتی وکیل، دیگه حضور آقا حضور آقا دیگه نیاز نیست دیگه وکیل هست چون وکیل هست در طلاق وکالت داره حالا خودش حالا قانونا چون در محاکم وکیل مدنی به اصطلاح نمیتونه حاضر بشه وکیل دادگستری که مجوز وکالت داره اون شخص میتونه به عنوان وکیل وارد بشه لذا این زوجی که زوجی که وکالت در طلاق مثلا میره دفتره اسنادم وکالت میگیره معمولا اینه که مجبور میشه یک وکیلی رو بگیره برای حضور در محاکم اما این شرط وکالت رو بخواد اثبات کنه باید خودش مل... وارد دادخواست بده وارد بشه در محاکم ثابت کنه آقا مثلا این بند اول محققه و بند وکیل در طلاق هستم و تقاضای طلاق قیابی میکنه در حقیقت حالا بندها رو یکی یکی میخونیم تا 6ش ماه نفقه ندهد یعنی اگر زوج تا شیش ماه نفقه نده و امکان اینکه زوج رو ملزم به نفقه دادن هم بکنیم نباشه به موقع است که دادگاه میتونه ملزمش کنه و نفقه رو به اصطلاح از اموالش چطوری میتونه کنه؟ مثلا ملزم کنه با تجربه توانایی مرد یا مباحث دیگری ممکنه که اصلا دارایی از مرد پیدا نمیکنه حقوقی پیدا نمیکنه ولی ما در مواردی که میتونه حقوقی پیدا کنه دارایی پیدا کنه ملزم میکنه به اموال رو توقیف میکنن به عنوان نفقه وارز میشه به حساب خانم خب دیگه اینجا بحث وکالت در طلاق پیش نمیاد تا شش ماه اگر نفقه نداد و این اثبات بشه و الزامش هم و الزامش هم ممکن نباشه حالا یا توانایی اصلا نداره اینجا خانم میتونه خودش رو مطلقه کنه و وکالت در طلاق داره گاهی اوقات رفتار زوجین گاهی اوقات خوب نیست حسن اخلاق ندارن و این سوء رفتار و سوء معاشرت زوج به حدی باشه که دادگاه تشخیص بده این قابل تحمل نیست برای زوجه اگر این ثابت بشه اون موقع این وکالت باز محقق میشه و میتونه به اصطلاح قیابی طلاق بگیره زوج اگر مبتلا به مریضی هایی باشه که مریضی های که مخاطر آمیز باشه برای این تمام این هایی که ما میگیم تشخیصش با کجا میشه؟ با دادگاه با دادگاه دا که محاکم دا قضایی تشخیص بده که این بیماری حالا این هم کاری که میکنن محاکم قضایی نظر کارشناس رو استعلام میکنن توی مثلا مقایسه مریضی، یا تحقیقاتی انجام میدن آره، و مثلا تو بحث مریضی که این مریضی چه جور هست خطراتش چی هست خب قاعدتا نظر پزشکان پزشکن. رو استعلام میکنن جنون یک ای هست که در اگر که زوج مثلا جنون داشته باشه چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج مسئله فسخ نکاه پیش میاد در مواردی که فسخ نکاه ممکن نیست شرعا چون شر بعضی موارد رو گذاشته که اگر جنون باشه زوج مجنون باشه میتونه زوج ف... نکاه رو فسخ کنه نه اینکه طلاق آره فسخ فسخ غیر از طلاق فسخ کنه یعنی کلا به صورت باطله دیگه. با... از همون لحظه ای که فسخ میکنن دیگه نکاه از بین میره خب در مواردی که قابل فسخ نباشه شرعاً در اون موارد باز وکالت در طلاق داده شده طبق این بند جنون داشته باشه زوج زوج مجنون باشه و قابل فسخ هم نکاح نباشه در این مورد میتونه از وکالت در طلاق استفاده کنه گاهی اوقات ممکنه زوج اشتغال به شغلی داشته باشه که زوجه رفته شکایت کرده اثبات کرده این, زو... این شغل متناسب با شعون زندگی نیست متناسب با شعون ما نیست و دادگاه حکم داده که زوج مشغول به این شغل نباشه ممنوع کرده دادگاه ممنوع کرده زوج رو از اشتغال به این شغل <applause> در عین حال زوج دوباره مش... اشتغال پیدا میکنه به همون شغل در چنین موردی هم وکالت در طلاق به وجود میاد و میشه اقدام کرد اینا بند است که یکی یکی زوج داره همه اینا رو امضا میکنه به خب زوج هم امضا میکنه ولی اینا بند است که شرط است که به اصطلاح برای بیشتر گریبان زوج رو زوج میگیره, رو میگیره اینجا جزی مواردی که به که واقعا بعض دارد بعضیاش دارد هم خیلی عالیه مثلا ضرورت داشته که قرار آره خیلی عالیه مثلا بحث اینجا پیش اومده بند همین بند ششم اینکه اگر زوج محکوم به پنج سال حبس بشه یا بیشتر یا اینکه محکوم به پرداخت جزای نقدی بشه که به خاطر عدم توان پرداخت مجبور بشه بازداشت بشه که مدت زمانش باز پنج سال یا بیشتر باشه در چنین موردی زوجه وکالت در طلاق داره خب در چنین موردی اگر مثلا این زوجه وکالت در طلاق نداشته باشه نتونه خودش رو خلاص کنه عمری باید به اصطلاح اذیت بشه عذاب بکشه از اون طرف نفقهش ممکنه به مشکل بخوره زندگیش به مشکل بخوره خودش. زحمت های خواست رو داره لذا میتونه رو رها کنه اگر که براش قابل تحمل نباشه میتونه رها کنه اعتیاد گاهی اوقات همه استناد میکنن میخوان تو دادگاه ثابت کنن که به اصطلاح همسرم معتاد هست اعتیاد جز این بندها هست اعتیاد مزری که شرط داره یعنی صرف این که کسی ثابت کنه همسرش معتاد هست این باعث نمیشه وکالت در طلاق ایجاد بشه بلکه چی اعتیادی که به اساس زندگی خلل وارد کنه و اینم باز تشخیصش با نظر دادگاه است. به ا... ب... اساس زندگی خلل وارد کنه و اس... ادامه زندگی برای زوجه واقعا دشوار, دشوار باشه, باشه. لا... این مواد رو که به اصطلاح این شروط رو که دارم میخونم هرچند خشک هست و قانون همینه دیگه قانون خشک هست ولی خب اسمش اینا قانونه ره... دیگه. ولی <تصفح> خوبه با رفتار مردم صورت میگیره در قانون به اصطلاح خشک به صورت خشک میاد حق و حقوق رو حدود رو تعیین میکنه ولی در رفتار همیشه در شرع هم میبینیم که مثلا خیلی از وظایف رو به گردن زوجه گذاشته نشده ولی در عمل زن و شوهر از روی لطافت, از روی لطافت و, محبت و, محبت و محبت زندگی رو با کمک هم همیاری هم فرزندان هم رو بزرگ میکنن زندگی رو اداره میکنن که خیلی از اوقات خیلی از کارهایی که زوجه انجام میده وظیفه‌ش هم نیست, ولی از روی ما. اگر زوج زندگی رو ترک کنه بدون عذر موجه اگر زوج زندگی رو ترک کنه بدون عذر موجه یا شش ماه غیبت متوالی داشته باشه بازم بدون عذر موجه در چنین مواردی زوجه به کالت در طلاق داره در اثر ارتکاب جرم زوج محکوم به مجازاتی بشه محکومیت به خاطر جرمی باشه که اون جرم یا اون مجازات مجازات که دارم میگم مثلا حد یا شلاق باشه یا تعذیر باشه شلاق باشه حد باشه قطع عضو باشه یا خود اون جرمه حد شلاق و اینام نداشته باشه شاید حبس داشته باشه خیلی کوتاه هم باشه ولی اون جرمه مثلا یک جرم خاصی باشه که با شؤونات خانوادگی زوجه مغایر باشه در چنین موردی با اثبات این مطلب که مغایرت رو با دادگاه تشخیص میده که این جرم و این مجازات با شعون خانوادگی زوجه مغایر هست اگر محکومیت قطعی باشه در چنین مواردی زوجه وکالت در طلاق داره و میتونه یک طرفه به اصطلاح اقدام کنه برای طلاق اگر که انشالله که ما همینجا دعا میکنیم برای بند بعدی که میخوام بخونم همه کسانی که آرزوی فرزند دارن خدا به حق این ماه عزیز و به حق صاحب امرمون حضرت ولی است به تمام افراد انشالله فرزندان صالح و سالم نایت کنه الهی عالی خیلی عالی خیلی الله که خداوند دامن همشون رو انشالله. سبز کنه و آغوش پدران رو گرم به حضور فرزند اون تا. یکی از بندهایی که در عقدنامه هست اینه که اگر از این زوج این همسر پنج سال فرزنددار نشد در پنج سال طول کشید و به دلیل اینکه یا عقیم بود یا به خاطر مشکلات دیگری غیر از اینکه خودشون نمیخوان به خاطر بلد. مشکلات پزشکی نتونستن فرزنددار بشن و فرزنددار نشد اینجا وکالت در طلاق به وجود میاد و میتونه اقدام کنه و اگر برعکس باشه برای آقا حقی هست آقا که همیشه حق طلاق داره آقا یعنی اینا برای زوجه گذاشت این بود که برای حقی رو در این تنظیم قرار داد حالا یا همون قباله یا آقا. این عقد نامه چیزی رو مذکور نیاورده که خانم موظف به امضای اون باشه نه بسیار نه. نه اینجا این بحث پیش نمیاد که چون آقا هم صورت شرعی و قانونی به کالت در طلاق داره فقط بحثی پیش میاد که ممکنه کسی به استنادین بخواد متقاضی ازدواج مجدد باشه که اونجا دادگاه تشخیص میده که بهش حکم بده که ازدواج مجدد کنه چون یکی از بندها بند آخر همینه من بند آخر رو الان بگم بند آخر بند دوازده اینه که زوج اجازه نداره بدون اجازه همسرش ازدواج دیگری بکنه اگر چنین ازدواجی بدون اجازه همسر دیگر اتفاق بیفته بعد این بند رو هم که من میخونم قید نزده ازدواج موقت یا ازدواج دائم. دائم اگر این اثبات بشه بدون اجازه همسرش, همسرش ازدواجی انجام داده ازدواجی انجام داده حق طلاق با خانم خواهد به اصطلاح وکالت در طلاق یا به اصطلاح عرفیش میگن حق طلاق حق طلاق به اصطلاح با خانم هست ای یا اینکه حتی با اجازه همسرش زن دومی رو گرفته ولی در اجرای عدالت کوتاهی, کوتاهی میکنه و برای دادگاه ثابت بشه باز اون همسر وکالت در طلاق داره و میتونه کدوم اقدام کنه هر کدوم از اونهایی که حالا حق هر کدوم از اونها داره. هر کدوم از اونها میتونه حقی همیشه. نیست که برای اولی باشد یا خب همینجا پس گفتیم که بدون اجازه همسر چون نمیتونه ازدواج کنه خب این قسمت اگر که زوجه فرزندار نشده زوج ممکنه به استناد همین متقاضی ازدواج مجدد مجددی بشه و بند آخر رو خدمت شما عرض کنم مفقود اثر شدن زوج و تا شش ماه بعد از اینکه زوج مفقود الاسر شده ردی از اون نیست زوج به دادگاه مراجعه میکنه بعد از مراجعه زوج به دادگاه شش ماه دیگر طول میکشه و بازم خبری از زوج نیست, یعنی این شش ماه دوم باید بگذره یعنی ابتدا مفقود و شده اینجا مدتی ذکر نشده فقط مفقود و شده بعد از اینکه زوجه به دادگاه مراجعه میکنه شش ماه به اصطلاح در جستجوی حالا یا دادگاه حکم میکنه اطلاعی زده بشه روزنامه ای چاپ بشه شش ماه طول میکشه و باز هم خبری از زوج پیدا نه. نمیشه در چنین حالتی یعنی هم وکالت در طلاق به وجود میاد حالا توی بح این بحث شروط زمنه و اگر سوالی باشه در خدمت بسیار که... عالی امیدوارم که اه... کسی با وجود اینکه روی عدم آگاهی چون برحالی گذر زمان و... و این حرکت نصیب موهام شده دیگه قبلا قبل. امضا کردند و نمیدانند در... خودم 15 سال پیش 14 15 سال پیش فقط فقد... امضا کردیم فقط چی نگفتن به <تصفح> الان تازه فهمیدیم چه کار کردیم آره الان فهمیدیم چه کار کرد <تصفح> ان که نیاز بهش پیدا <تصفح> نمیکنید و حالا دیگه چی به من حرفای بعدیش میشه بین خود ان که همه زندگی ها شیرین باشه شاد باشن زن و شوهر در کنار هم و هیچ موقع مباحث طلاق به وجود نیاد الهی امین ان شاء الله همیشه شیرینی حاکم باشه به جای تلخی ها که در هر حال زندگی یک فراز و نشیب هایی رو داره هر دو بزرگواران زندگی یعنی هم خانم هم آقا می فکر و ایدهشون رو بر این بگذارن که سختی ها مقدمه است بر آسایش ها انما العسره يوزا. خیلی زود به این بندهایی که به حال امضا شده حالا یا با آگاهی یا بدون آگاهی زود رجوع نکنند و انشا الله صبور باشند در زندگی که آدمهایی که صابرند نتیجه خواهند گرفت خیلی ممنونم ادامه بحث رو اجازه بدید برای برنامه بعدی باشیم یه فاصله, فاصله تقدیم شما میکنیم, میکنیم. برمیگردیم و دقایقی رو دعوت میکنیم به شنیدن ازان o oh. شکر دقایقی بیش نمانده است تا از آن و ما ممنوندار خداوندیم که اجازه میده در تمام لحظات در کنار او باشیم و او در کنار ما هست اینقدر خدای خوب و مهربانی داریم با تمام بدیهای ما او همواره هوادار بندگانش بوده و هست و انشا الله ما همقدردان این خداوند و شاکر و سپاسگزار این حضرت دوست باشیم امرو حرف از شکستن دل و از طرفی دیگه فضای عبرتامیز در فضای زندگی ما صحبت کردیم یک کلام ختم کلام سعی کنیم با به دست آوردن دلهایی که در این ایام معطوف به رحمت الهی است رحمت خدا رو دو صد چندان به سمت خودمون جذب بکنیم از همتون التماس دعا دارم ما رو در این دقایق زیباتون فراموش نفرم